سازمان عفو بین الملل میگوید که پنهان کردن سرنوشت هزاران مخالف سیاسی کشته شده در جریان اعدامهای سال 67 توسط مقامهای جمهوری اسلامی ادامه جنایت علیه بشریت است. این سازمان در گزارش 200 صفحه‌ای تحت عنوان رازهای آغشته به خون چرا کشتار سال 1988 در ایران ادامه جنایت علیه بشریت است از سازمان ملل متحد خواسته برای انجام تحقیقات در مورد ناپدید شدگان و اعدامهای سال 67 یک سازوکار تحقیقاتی مستقل تشکیل دهد. سازمان عفو بین الملل در عین حال در گزارش خود مجدداً بر لزوم شکل‌گیری اقدام بین المللی تأکید کرده و می‌گوید اینکه تاکنون کمیسیون حقوق بشر ملل متحد این اعدام‌ها را محکوم نکرده و این جنایت به شورای امنیت ارجاع داده نشده به مقام‌های ایرانی اجازه داده تا به انکار واقعیت‌ها و آزار و اذیت خانواده‌ها ادامه بدهند. سازمان عفو بین الملل خواستار تشکیل یک مکانیزم شفاف، مستقل و کارا شده تا مسببان این جنایت پست پای میز محاکمه آورده شوند. گفتنی است اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 در زندانهای اوین و گوهردشت در تهران و زندانهای مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران صورت گرفت. در مورد شمار قربانیان هم رقمهای متفاوتی اعلام شده است. برخی شمار قربانیان را دست کم 3000 نفر عنوان کردند و برخی هم بیش از 5000 نفر. دو سال پیش شماری از فعالان به گزارشی از سازمان عفو بین الملل اشاره کرده بودند که بنابر آن دست کم 4482 مرد و زن در فاصله 2 ماه ناپدید شدند. با وجود اینکه شماری از پژوهشگران و محققان از جمله یرواند آبراهامیان از اعدام‌های گسترده سال 1367 به عنوان شگفت آورترین رویداد سیاسی ایران معاصر یاد کرده اند، اما در واقع مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نه تنها به فاشگویی در مورد این اعدام‌ها نپرداختند، بلکه شاکیان و پرسش کنندگان در مورد این اعدام‌ها را هم بازداشت و زندانی کردند. در همین ارتباط گفتگوی داریم با آقای غلامرضا محمدی، فعال سیاسی از استانبول. آقای محمدی سلام بر شما و بسیار خوش آمدید. سلام بر شما و تمام بینندگان گرامی در سراسر ایران و دنیا. بسیار متشکرم و سپاسگزارم. آقای محمدی، سازمان عفو بین الملل گفته که جمهوری اسلامی از 30 سال پیش تا کنون در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت و مثلا برمیگرده به قتل‌هایی که در سال 67 قتل‌های سیاسی که در سال 67 صورت گرفت و اون مفقود شدگان. به نظر شما اکنون با ورود این سازمان به این مسئله چقدر امکانش هست که سرنوشت یا واقعیت این قتل‌ها آشکار بشه؟ خدمت شما عرض کنم که خودتون بهتر میدونید، مردم هم بهتر میدونند، سازمان مجاهدین خر بعد از اینکه حزب توده تو ایران شکست خورد تشکیل شد با هماهنگی جبهه ملی مذهبی ها و حزب توده و امثالان و گروه مذهبی تشکیل شد که شد. تعدادشان زیاد نبودن. اینها کسایی بودن که به هر تهمتی هر کاری دست میزنن که چهره کشور سیانشون بدن و شاه رو بد کنن. خب اینها تعدادشون در کل من که میگم 100 تا 100 تا نمیرسه، 60 70 تا همیشه تو ایران نبودن که تعدادشون کشته شدن. بعد از این دسیسه سال 57 اینها هوادار جمع کردن، گروه‌های زیادی رفتن طرف اینها چون اینها خودشون انقلابی بودن و اینا کسی بودن که آخونده رو سر کار بردن، این روحانی رو سر کار بردن. بعد روحانیت دید که اینها براشون خطرساز بودن، یعنی همیشه همینطور بوده، هر کس به اینها خدمت کرده دستشون رو گاز گرفتن، من جمله شاه، من جمله اویدا و خیلی دیگه. اینها رو گرفتن کردن زندان، همه رو شناسایی کردن زندان. اینها هوادار بودن. من به جرأت به شما میگم 1 در 1000 از اینهایی که تو زندان بودن مجاهد نبودن، یعنی مجاهدینی که جزء سران باشن، جزء کمیته مرکزی باشن نبودن. 1 در 1000 میگم که یه چیز تو میشه. اینا هوادار مجاهدی شده بودن، جوون بودن دیگه، سرا داغ، جوون، موتور آنچنانی، اسلحه دستشون رو از این کار. وقتی اینا رو گرفتن خب میدونستن یارو روزنامه فروخته، یارو هواداری کرده، یارو طرفداری کرده، این هوادار تیم میمونه. شما وقتی هر کسی حتی طرفدار تیم پرسپولیس هست، طرفدار تیم تاج هست، طرفدار منچستر است، میتونی بگی هوادار نباش. بعد از اینکه جریان فروغ جاودان اتفاق افتاد و مجاهدین حرکت کردن از عراق و مدر با هماهنگی صدام برای نابودی مجاهدین، تتمه مجاهدین رفته بودن، اینا گفتن که اینا رو باید ما اعدامش کنیم، احتمال داره بیان من وصل بشن.
خیلی جالبه. آمدن گفتن آقا یا بنویسید ما هوادار نیستیم یا اعدامتون میکنیم. خب بابا کسی طرف داره یک هوادار ایشیده هست که نمیتونه بگه نیستم که. جوون هم بوده فکر نمیکنه این اعدامشون کنن. اینها بزرگترین جنایت تاریخ رو، البته در مورد چون و چند ماجرا خیلی مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده و این روایتی که شما میگین حالا روایتی که شما ازش تعریف میکنه از این ماجرا درسته؟ حالا بله ببینید از چیزایی تو دفتر خاطرات منتظری هست این خودم میدونم مقدار زرجران بودم من بیشتر رو میشناختم ایشون نه که بیشترش خیلی هاشون میشناختم من شما بودم اون موقع مهد اینها بود اون موقع مثلا از شهری به نام علمده نزدیک 30 نفر اعدام کرده این 30 نفر 28 نفرش من میشناختم فقط هوادار و روزنامه میفروختن نمیفروختن روزنامه مجله توزیع میکرد اینا رو من میدیدم من میشناختم اینها رو چون من موقع شما بودم من تو نور زندگی می علمده زندگی میکردم اینا چیزای خودم دارم بهتون میگم میدونم و منتظرم همین میگم بعد اینا رو آمدن و گرفتن شبی 2000 تا 1000 تا اعدام کردن کشتنشون یه عده تک و توک هم تو اینها بودن که پارتی داشتن کس داشتن آمدن تعهد دادن و زندان موندن و اومدن بیرون خیلی کم آیا میشه کسی که حکم صادر کردین براش زندان براش بریدید و فهمیدید تقصیر نداره تقصیرش کمه باز دوره بیاین از نوع محاکمش بکنید و خمینی این کارو کرد خمینی برای نابودی جوانهای ایران اومد به کشور خمینی دستور داشت که نسل جوان ایران از بین ببره خمینی در بعد از دو سال بعد از جنگ گفتن آقا عراق گفت با عربستان کنار اومدن که آقا ما بیام خسارت شما رو بدیم جنگ تمام بشه خمینی گفت که امام زمان به من گفت خوب دقت کنید تیکر دوستان این اعدام هم همینطور شد هر روز یه عده میگن اگه امام بود عزیز من امامی که میاد این کسایی که هوادارش بودن جوون بودن اینا رو داد اعدام کردن جنگو طولش تا 8 سال صدها هزار نفر کشته شدن میلیاردها میلیارد ضرر کشور خورد بعد این امام وقتی که شکست نزدیک بعد مرگ و جور چیشاش دید آمد گفت من جام زهر رو سر میکشم یعنی تمام حرفی که دارستم همش حرمش باد هوا بود همش علکی بوده از شکرخوری اون برتر کرد همین خمینی دستور قتل این کسایی تو زندان خود شخص خمینی داد گفت بره انجام بده این ور کردن اون ور کردن فایده نسته تا آدم پور محمدی کرده است و همین رئیسی و دو نفر دیگه هستن اینها رو حالا من بحثم اینجاست سازمان عفو بین الملل چون در 30 سال کجا بوده چون اون موقع خودشون خمینی سر کار گذاشته بودن خودشون یه عامل سر کار گذاشته بودن خودشون گفتن چیکار بکنم بهش خط مش میدادن به هر حال میشه اینطور هم گفت چون الان بحث این مسائل اگر یک بحثی یک ماجرایی در درون کشور داغ بشه و خود فعالان مدنی توی خود اون کشور به کندکاش بپردازند و دنبال ماجرا رو بگیرن خب بازتاب بین‌المللی هم به تبع بیشتر خواهد داشت شاید از اون منظر هست که الان سازمان عفو بین‌الملل ورود کرده به این مسئله بله ببینید الان اینا برای خانواده اینا در تلاش بودن اینا سرانشون که خودتون میدونید سران اصلیشون با آقای بیشترشون توی ایران کشته شدن خانم رجوی موسی خیابانی همه در توی خونه تمرد تیکتیکشون کردن یه عده با بریسات فرار کرده یه عده که جزو کمیته هاشون بودن دیدن که جوشون در خطره از سر مرز رفتن عراق و اونجا کمپ روسیه اونجا نگهشون داشت ببینید خود حکومت اینا کسایی بودن که اصلا خمینی ازشون نمیافتاد خود حکومت کسایی که سرکار این کارشون کرد در نتیجه میخوام بهتون بگم که حرف به نار هر کاری میکنه خوب کاری میکنه حتی کاری کرد قبل اینا مشخص نباشه کجاست کدوم وای با یک مرده از چی از مرده میترسید شما به جرئت به شما میگم 99 درصد افراد بیگناه بودن هیچی نمیدونن خیلی هوادار یک گروه داشت یک سازمانی داشتن بیان مثلا هوادار تیم پرسپولیس اعدام بکنن تو چه هوادار هستی نباید باشه اون جنایت اصلا جنایت فوق جنایت عفو بین الملل مردم باید حرکت کنن و این کارو میکنن عفو بین الملل حاضر تازه فهمیده که یعنی دنیا فهمیده ما میدونیم که تمام دنیا علی ایران دسته کرد که این اتفاق بیفته خمینی سر کارو برده باشن و آخر اولام خدمت شما عرض کنم که قطعاً این هم حربه ایست که برای اینا رو کلکشون رو بکنن و اتفاق به زودی خواهد افتاد بسیار متشکرم و سپاسگزارم از آقای غلامرضا محمدی فعال سیاسی از استانبول بفرمایید ببینید دوستانی که بعضی ها مثلا من چند روز پیش کلیپ هفت کلیپ گذاشتم راجع به بحث جنایت خمینی و دانشجو هنوز بعضی میگن امام بابا امام شما با تمام قوا گفت آقا من شکر خوردم من جام زر سر کشیدم و شما هنوز از آقای میرحسین میگه که دوران طلایی امام کدوم امام امامی که خودش به زبان خودش با دستخط خودش نوشته شما هنوز فکر می‌کنید دوران امام اون آتش زد به مملکت و به نسل جوان ممنون از شما بسیار متشکرم خدا نگهدار